ما چون واقعا فرد داره میاد یه هفته قبل سالم کوهنوردی از 3-4 روز تمام. ممنون. آقای خالو خیلی متشکرم. سلام عرض ادب. الان که با شما صحبت میکنم دقیقا 1 ساعت پیش یکی از پرسنل پرستار بیمارستان شهید بهشتی علی‌رغم تمام تلاشی که کردیم متاسفانه فوت کرد. جناب استاندار، هر فوتی یا مرگ و میری که توی این شهر استان بوده زیر دست من بوده و من مطمئن هستم تا 4-5 روز دیگه حداقل ما روزی 10 تا فوتی دارم. این بیماری درمان نداره. پس آقای دکتر میگن ترس بیجا، هیچ اشکال نداره، شما به مردم ترس باجا بگید. من پیشنهادم اینه، شهر باید پرچماش نیمه برافراشته بشه، نیمه تاریک بشه، رفت آمدها کنترل بشه تا ما عصبانیتمون رو بتونیم به شما منتقل کنیم. جناب دکتر شما هم نمیدونید، نمیفهمید، هیچ کس از حاضرین اینجا نمیفهمه که این استان داره مردمش میمیره، دارن میمیرن. مسائل سیاسی رو بذارید کنار، آخه این چه مدیریتی که مردمش از مدیرانش جلوترن. اگر استان شما خوبه بخاطر اینکه مردمش خوبن، نه شما ها، نه من. مردم هم که دارن سیستم رو کنترل میکنن، مردم هم که دارن کمک مالی میکنن، مردم هم که دارن ماسک میخرن. الان تمام محدودیت و بیمارستان علی اصغر مردم دارن جمع میکنن. تا کی قرار این اتفاق بیفته؟ آخه چرا من بعد صبح از خواب پا میشم مریضی رو که 4-5 روز درگیرشم بهم میگن مرد؟ آخه روز من دیگه روزه؟ شما فقط یه آمار میشنوید. این قیافش تا ابدالآباد تو چش من هست، تو چش پرسنل من هست، تو چش رئیس بیمارستان، تمام افرادی که بیمارستان مراجعه میکنن. تا چه میخواین خودداری کنیم؟ آخه بس دیگه، دیگه خسته شدیم از این همه کوتاه آمدن ها و حالا فلانی نفهمه، حالا زشت میشه. اصلا زشت میشه، آخه از مردم دیگه بدتر هم داریم توی کشور که زشت بشه، فلانی ناراحت نشه، بهمانی بهش بر نخوره، فلان کشور بی آبرو نشیم. آخه ما بی آبرو هستیم وقتی که مردمون میبرن. تو رو خدا کنترل کنید، اسمش هم هر چی میخواید بذارید، تو طول روز بیرون نده. دیگه تمام نظراتشون رو گفتن، یعنی من فکر کنم تو دنیا از این نظرات مهمتر، کاملتر و دقیقتر وجود نداره. ولی وقتی اجرا نمیشه یعنی چی؟ حالا من رو به شما بگم، خواهشم اینه، شهر رو نیمه تاریک کنید، خیابوناشو پرچم ها رو نیمه برافراشته کنید و ترس رو به مردمتون منتقل کنید، ترس باجا رو. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. خوب سلامات.